موضوعی که صبح بهتون گفتم در ویدیو امشب میخوام راجبش صحبت بکنم مربوط به سرمایه گذاری مطمئن و در امان ماندن از مسائل مربوط به اجاره در ترکیه است. این ویدیو رو با من دنبال کنید. خب خیلی از شماها که قصد سرمایه گذاری با هدف اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه رو دارید، خیلی براتون سوال هست و باعث تردید هستش که بخواید این پاسپورت رو بگیرید اما سر و کله نزنید با مستأجر. در خیلی از ویدیوهایی که قبلا خودم هم منتشر کردم به شما صریحا گفتیم که قوانین مالک و مستأجر در ترکیه از مستأجر حمایت میکنه و وقتی شما مستأجری رو در ملکتون میذارید ممکنه که سالها باهاش کلنجار برید و نتونید بیرونش بکنید. اما از یه طرفی این سرمایه گذاری رو میخواید انجام بدید و سوداوری هم داشته باشید، میخواید سود ببرید از سرمایه گذاریتون، در این حال پاسپورت ترکیه رو هم بگیرید. یکی از راه حل های خوبی که برای این موضوع ما برای کلاینت هامون اجرا میکنیم خرید از پروژه های دارای گارانتی دولتی و همینطور گارانتی های خیلی مطمئن از تحویل به موقع پروژه و سوداوری اون هستش. ما به شما پروژه هایی رو پیشنهاد میدیم که شما میتونید قبل از اینکه این پروژه ها آماده بشه خریداری بکنید و بدون اینکه مستأجر داخل اون بذارید یک سال و نیم دو سال دیگه پروژه رو تحویل بگیرید. همین امر باعث میشه که زیر قیمت اون روز خریداری بکنید و از لانگ از که شما 400 هزار دلار رو پر بکنید ما بقیه اون حتی میتونه قسطی هم باشه، شما سندی رو دریافت بکنید، سند کامل عرصه و اعیان که حالا اعیانش بعداً بهش اضافه میشه تحت قالب کات ملکیت میشه و در حال حاضر وقتی که الان دارید میخرید به صورت کات ارتفاق هستش، شما سند از ملک رو دریافت میکنید، باهاش شهروندیتون رو میگیرید. یک سال و نیم دو سال بعد که پروژه آماده میشه شما پروژه یا واحدی رو در اختیار دارید که در اون سال واحد صفر هستش، میتونید خودتون یک سال استفاده بکنید یا حتی میتونید خالی نگه دارید. اما تفاوتی که از نظر قیمتی نسبت به اینکه شما پیش فروش خریداری کردید با نسبت اون روزی که داره در واقع میخواید واگذار بکنید بفروشید و فقط پاسپورت براتون بمونه، سود سوداوری از نظر دلاری براتون خیلی خوب خواهد بود. بنابراین شما سودتون رو از پروژه میبرید، پاسپورتتون رو میگیرید. اگر هم خواسته باشید که اون زمان بخواید بیاید موو کنید و در ترکیه زندگی کنید در یک واحدی که نوساز هستش و یک سال از سال ساختش میگذره میتونید ساکن بشید. این راه حلی هستش که ما در کلاینت های مختلفی در واقع تجربه کردیم و اونهایی که یکی دو سال پیش این کار رو کردن خیلی راضی از این موضوع بودن، میتونه برای شما هم آپشن خوبی باشه. در گلوبال کادرو ما فرایندها و پیشنهاداتی که برای مشتری ها میدیم بر اساس نیاز و خواسته اونها هستش، ترجیحشون رو اول میبینیم و بر اساس اون بهشون راه حل میدیم. از این جهت این میتونه برای جلوگیری از کلنجار رفتن شما با مستأجرها در پروژه ها یا واحدهایی که خریداری میکنید موثر و مفید باشه. گاهی سوال میکنید که آیا ما محدودیتی داریم که حتما در این مدتی که ملک رو خریدیم حتما باید در اونجا ساکن باشیم یا میتونیم در خارج ترکیه باشیم؟ باید بگم محدودیتی از نظر ماندن در ترکیه برای افرادی که شهروند هستن وجود نداره، میتونن ملک رو خریداری بکنن، شهروندی رو روش بگیرن، ملک همینجا باشه تا تکمیل بشه و اونها خارج ترکیه حتی بمونن. در مورد ملک های آپارتمانی یا ویلایی یا مستقل هم گاهن سوال میکنید که کدومش بهتر هستش، آیا میشه پروژه نیمه ساز یا در حال ساخت ویلایی هم تهیه کرد؟ باید بگم چنین پروژه هایی هم وجود داره اما مبالغ اونها معمولا بالاتر از 400 هزار دلار هستش. اگر میخواید که در سطح همون 400 هزار دلار باشه براتون پروژه هایی رو پیشنهاد خواهیم کرد که هم از نظر سود سرمایه گذاری به قیمت باشه در روزی که دارید خریداری میکنید، هم ارزش افزوده بر اساس تکمیل شدن پروژه داشته باشه و هم بر اساس مواردی که شهرداری در اون منطقه اجرا میکنه، مثل دسترسی هایی که به مترو در آینده ایجاد خواهد شد و ارزش افزوده اون ملک رو دوچندان خواهد کرد، میتونه براتون آپشن های سرمایه گذاری خوبی باشه. میتونید با همکاران من در بخش املاک برای معرفی چنین پروژه هایی وقت تنظیم بکنید، حضوری در خدمت شما باشیم. البته قبلش یادتون نره که باید حتما پولتون آماده باشه یا در ایران یا در ترکیه و انتقال بدید و براتون افتتاح حساب و موارد قبلی رو قبل از اینکه پروژه ها رو ببینیم براتون آماده بکنیم. منتظر تماستون در بخش املاک هستیم.